دوستای عزیز سلام، به چنل گلوبال کیچن خوش آمدین. عزیزا امروز خواستم ویدیوی پیزا رو با شما شریک بسازم. البته دخترم فرمایش داده بود، ما هم ازش ویدیو گرفتم و خواستم با شما شریک بسازم. در ابتدا 300 گرام مرد، یک قاشق نمک، یک قاشق بوره و یک قاشق هم خمیر مایه، 100 میلی لیتر روغن و یک گلاس آب گرم ضرورت داریم به خمیر کردنش. دوستا در ابتدا روغن، خمیر مایه و نمک بالای آرد اضافه میکنم و همه مواد بارد خوب مخلوط میسازم. بعد توسط آرد شیرگر آرد خمیر میکنم. عزیزا به خاطر خمیر پیزا روغن حتمی است، چون روغن خمیر سفتر می سازه و در وقت هموار کردن خمیر ماسان و خوب هموار می شه. حالا آب گرم بالای آرد اضافه می کنم و آرد خمیر می سازم. دوستا همه ما می فهمیم که پیزا یک غذای خارجی است، یک غذای مشهور کشور ایتالیا که انواع مختلف داره و ما هم از یک نوع پیزای بسیار ساده آماده ساختیم دوستا که موادش همیشه در خانه موجود می باشد در دسترس همه ما و مصرف زیاد هم کار نداره. عزیزا خمیر خوب لط می کنیم، البته به مدت 5-6 دقیقه باید خمیر خوب لط شوه تا یک دست شوه و خوب سفت شوه. بعد از یک خمیر آماده شد به مدت نیم ساعت میگذاریم استراحت کنه. دوستا خمیر گذاشتم تا برسه. حالا داخل دیگ کمی روغن ریختم و به مقدار نیم کیلو گوشت چرخ شده را داخل دیگ انداختم تا آماده شوه. بالایش کمی نمک، مرچ دلمه و سیر میده کردیم اضافه کردم، همچنان کم زردچوبه و به مقدار یک قاشق مرچ سرخ بالایش اضافه میکنم و همه مواد خوب با هم مخلوط میکنم. داخل دوستا به مقدار یک قاشق رب بانجان رومی به خاطر خوش رنگ شدن کوفته اضافه میکنم و کم آب بالاش میریزم. میگذارم به مدت 10-15 دقیقه تا گوشت نرم شوه و کوفته آماده شوه. دوستا دیگه کوفتام آماده شده. در این قسمت به خاطر ساس پیزا ما یک ساس خانگی آماده می سازم. همیشه به خاطر ساسش از کچپ استفاده کردیم دوستا، اما این بار من یک ساس خانگی و متفاوت آماده می سازم. یک عدد رومی را از میکسر کشیدم، وقتی که کم رنگش سرخ شد یک عدد بانجان رومی رو از مکسر کشیدم و بالاش اضافه کردم و میگذارم تا خوب سرخ شوه و بانجان رومی آب خود خشک کنه. یک قاشق نمک و یک قاشق مرچ سیاه بالاش اضافه میکنم. و همه را با هم خوب مخلوط میسازم. دوستا ای ساس خانگی نسبت به کچپ بسیار بیزر مزدار می سازه. به می خاطر ممیشه که پیزا آماده می سازم ساس خانگی خودم برش جور می کنم و وقتی که بانجان رومی آب خوش کرد عزیزا به مقدار 2 قاشق چای خوری کچپ بالایش اضافه می کنم. دوستا ساسم آماده شد، کوفتم آماده شد و نیم ساعت خمیرم پوره شده. خمیر گرفته بالای ورق ناسوز انوار می سازیم. می بینین دوستا خمیر بسیار باسانی و راحت انوار می شه، بسیار نرم و خاصیت ارتجاعی خود داره. خمیر خوب انوار می سازیم، بعد اطرافش به اندازه یک انگشت بند می کنیم تا ساسی که بالای خمیر میریزیم از روی خمیر نریزه پایین.
دوستا البته مواد پیزه اختیاری است. هر موادی که خودتان خوش داشتین باز میتون استفاده کنین. میواز گوشت گساله میتونین، از گوشت مرغ هم استفاده کنین. چون من پیزای گوشت گساله رو بسیار خوش دارم، گوشت کفته رو، به می خاطر از گوشت کفته استفاده کردم. اگر شما گوشت مرغ دوست داشتین میتونین از گوشت مرغ هم استفاده کنین. حال عزیزا ساس کاماده کرده بودیم، روی خمیر میریزیم و تمام قسمت های خمیر با ساس میپوشانیم. بعد مقدار کمی پنیر موزیرلا بالاش میریزیم، کمی پنیر پیزا هم گفته میتونیم. بعد از اون کوفتی که آماده ساخته بودیم به نوبت بالاش میریزیم و تمام اطراف خمیر باش میپوشانیم. در قسمت هم از مرچ دلمه استفاده کردیم، از همچنان جواری که قبلا جوش داده بودیم و نرم استفاده کردم و بالاش میریزم. حال دوستا یک عدد پیاز که قبلا توته کرده بودم بالاش میریزم و چون پیازم زیاد خوش دارم استفاده کردم، اگر نی ضروریم نیست و زیاد مردم استفاده نمی کنم و چون خودم خوش داشتم استفاده کردم. و ساسچ هم بخاطر دخترم که دخترم زیاد ساسچ خور است ازش استفاده کردم، با وجود که گوشت استفاده کرده بودم ساسچ هم استفاده کردم. اگر شما دوست نداشتین هیچ استفاده نکنین. عزیزا تمام قسمت های خمیره با تمام مواد خوب منظم می پوشانیم. بعدا پنیر موزاریلا یا پنیر پیزا بالایش می ریزیم و تمام مواد توسط پنیر می پوشانیم. ما به خاطر خوش رنگ شدن پنیر یک عدد روم بانجان ورق ورق کردیم و چهار اطراف پیزا را با مرچ دلمه و رومی بانجان خوش رنگ می سازم. عزیزا ما قبلا داشا روشن کردیم، البته به درجه 180 و خوب گرمم شده. پیزم دیگه کاملا آماده شده، کم زیتونم بالاش میریزم. پیزا رو داخل قالب گذاشته و به مدت 20 دقیقه داخل داش میگذاریم. عزیزای دل بعد از 20 دقیقه پیزم آماده شده، امیدوار هستم خوشتان آماده باشه و در خانه آماده بسازین و با فامیلتان نوش جان کنین. همچنان لایک کامنت شیر فراموشتان نشه، سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین و غذایی که خوش دارین در کامنت بنویسین تا ما برتان آماده بسازیم. تشکر، همچنان نوش جان.